گزارش‌های تکمیلی از تظاهرات کارگران مخابرات راه دور شیراز و بستن خیابان و بولوار هفت‌تن شیراز، اعتراض‌های کارگران و بازاریان در تهران، اهواز، اصفهان، قم، بوشهر و مراغه، تهاجم کشاورزان به فرمانداری رژیم در رودبار جنوب در استان کرمان، اعتراض به گرانی بنزین در شهرهای اهواز، اصفهان، خرم‌آباد و دشت‌آزادگان، اعدام دو زندانی در زاهدان و گنبد، فشار بر زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت، مراسم روز جهانی کارگر در بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، نامه زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی، شاید در این سالهای پیری مرگم را تبدیل به پله‌ای کنم برای احقاق حقوق بشر. گزارش‌های تکمیلی از تظاهرات کارگران مخابرات راه دور شیراز که روز یکشنبه 14 اردیبهشت برگزار شد، حاکی است کارگران خیابان و بولوار هفت‌تن شیراز را مسدود کردند و خشم خود را به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده نشان دادند. کارگران معترض شعار می‌دادند حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد، زندگی معیشت حق مسلم ماست. پس از یک ساعت گارد ویژه ضد شورش در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی وارد شد و خیابانها را باز کرد. کارگران اعلام کردند اعتراض خود را تا محقق شدن خواسته هایمان ادامه خواهیم داد. این اعتراض تا ساعت 14 روز یکشنبه ادامه داشت. کشاورزان رودبار جنوب در استان کرمان روز جمعه 12 اردیبهشت در اعتراض به کاهش شدید قیمت محصولات خود در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به تظاهرات زدند. کشاورزان معترض با تخلیه محصولات و دسترنج خود در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر و ایجاد راهبندان اعتراض و خشم خود را به خسارات وارده نشان دادند. بیش از 300 تن از کارگران لوله‌سازی اهواز که روز شنبه به تهران آمده بودند در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود در مقابل وزارت نفت رژیم و مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگزاران رژیم در استانداری اهواز و مزدوران حراست کارخانه پیش از این تلاش کرده بودند مانع رفتن کارگران به تهران شوند، ولی کارگران برای بلند کردن صدای اعتراض خود به تهران آمدند. کارخانه لوله‌سازی اهواز در حال حاضر تحت کنترل قرارگاه ضد خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران است. کارگران و بازنشستگان صنعت نساجی مازندران روز یکشنبه 14 اردیبهشت در مقابل ساختمان مجلس آخوندی تجمع کردند. آنان خواهان پرداخت مطالبات 5 گذشته خود شدند. همزمان عده‌ای از بازرسان وزارت صنعت رژیم نیز در برابر مجلس ارتجاع تجمع کردند. رانندگان تاکسی در اهواز در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و ثابت ماندن کرایه‌ها دست به اعتراض زدند. رانندگان تاکسی در خرم‌آباد نیز روز یکشنبه 14 اردیبهشت در اعتراض به گرانی بنزین در مقابل اداره تاکسیرانی تجمع کردند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این تجمع اعتراضی و پیوستن سایر اقشار به آنان، تجمع کنندگان را محاصره و از گرفتن عکس و فیلم ممانعت به عمل می آوردند. جمعی از مردم اصفهان روز چهارشنبه 10 اردیبهشت در مقابل اداره کل سوخت اصفهان تجمع و به گران شدن بنزین اعتراض کردند. کارگران فروشنده آب بشکه‌ای در دشت آزادگان روز جمعه 12 اردیبهشت در اعتراض به گرانی بنزین در یکی از خیابان‌های این شهر تجمع کرده و خواستار ارزان شدن بنزین شدند. جمعی از کارگران فصلی شرکت محصولات مینو در خرم‌دره روز یکشنبه 14 اردیبهشت بار دیگر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع و به اخراج خود اعتراض کردند.
جمعی از مغازه‌داران بازار مراغه که عمدتاً فروشندگان خشکبار بودند، روز شنبه 13 اردیبهشت در اعتراض به افزایش مالیات توسط کابینه آخون روحانی مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند. مردم منطقه اصلویه در استان بوشهر روز شنبه 13 اردیبهشت در اعتراض به نبودن بیمارستان و درمانگاه در این شهر صنعتی در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. همزمان با روز جهانی کارگر، صدها تن از کارگران کارخانه‌های مختلف قم به نشانه اعتراض در مقابل اداره کار رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. کارگران به نداشتن بیمه تکمیلی و حقوق پایین و تورم بالا اعتراض کردند. مردم روستای کشار در تهران چهارشنبه 10 اردیبهشت با مأموران شهرداری که خانه‌های آنها را تخریب کرده بودند درگیر شدند. مردم خشمگین خودروهای شهرداری را تخریب کرده و مأموران را گوشمالی و از روستا فراری دادند. زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی از بستگان مجاهدان اشرفی طی نامه‌ای از زندان گوهردشت کرج نوشت: وقتی فاجعه پنجشنبه خونین اوین را شنیدم که زندانیان در برابر زورگویی و ستمی که به آنها شده شجاعانه اعتراض و مقاومت کردند، شرایط روحی آنها را درک کردم و به آنها حق دادم. وقتی قانون اجرا نمی شود و زور و سرکوب حرف اول را میزند، چه باید کرد؟ یا به قول مهندس بازرگان، در زیر این ظلم و ستم شدید به حیات خفیف و خائنانه تن بدهم یا در حد وسع و توانم مقاومت کنم و از حد اقل حقوق انسانی خود دفاع کنم. شاید در این سالهای پیری مرگم را تبدیل به پله‌ای کنم برای احقاق حقوق انسانی و حقوق بشر. دشخیمان زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی را روز جمعه به سلول انفرادی منتقل کردند. وی روز پنجشنبه 11 اردیبهشت اعلام کرد در همبستگی با زندانیان سیاسی بند 350 اوین که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، دست به اعتصاب قضا زده است. دشخیمان زندان اوین زندانی سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده را احضار و به سلول انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات منتقل کردند. بهنام ابراهیم‌زاده از مدافعان حقوق کارگران اواخر هفته گذشته به همراه 9 تن دیگر از مصدومان بند 350 اوین پس از تحمل قریب 15 روز انفرادی و اعتصاب قضا از بند 240 به بند عمومی زندان اوین برگردانده شده بود. زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج طی مراسمی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. این مراسم در بند 4 سالن 12 برگزار شد و طی آن زندانی سیاسی شاهرخ زمانی مقاله‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر قرائت کرد. ارژنگ داوودی زندانی سیاسی که اخیراً از زندان بندرعباس به تهران بند 8 زندان اوین که به اتباع خارجی اختصاص دارد منتقل شده است، روز شنبه 13 اردیبهشت ماه پس از اینکه از رفتن به دادگاه امتناع کرد به سلول انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل گردید. این زندانی سیاسی سال خورده که در تمام طول محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است، از اوایل تیر ماه سال گذشته از بند 12 زندان گوهردشت کرج به انفرادی های بند 209 زندان اوین منتقل و پس از 127 روز انفرادی در این بند به زندان بندرعباس تبعید شده بود. وضعیت جسمی رحیم رشی، زندانی سیاسی هموطن کرد که در زندان مهاباد از بیماری کلیه رنج میبرد، وخیم است. به روز اول اسفند ماه سال گذشته از سوی مأموران امنیتی مهاباد بازداشت و پس از 11 روز به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. این زندانی سیاسی که 66 سال سن دارد، در مرداد ماه سال 1389 نیز بازداشت شده بود. بنا به گزارش‌های دریافتی مأموران اطلاعات آخوندی در زندان قزل‌حصار کرج،
دو زندانی سیاسی اهل سنت را به طور مستمر مورد شکنجه قرار می دهند و از اعزام آنها به بیمارستان ممانعت به عمل می آورند. سید هادی حسینی از بیماری حاد تشنج رنج می برد و صدیق محمدی از ناحیه چشم راست دچار مشکل و عفونت شدید شده است. دادگاه ارتجاع در سنندج روز پنجشنبه 11 اردیبهشت خانواده های زندانی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان گوهردشت کرج را برای پیگیری احکام فرزندانشان احضار کرده است. هنوز از توطئه های اطلاعات آخوندی در رابطه با احضار این خانواده ها اطلاعی در دست نیست. دشخیمان رژیم آخوندی برای فشار به دراویش زندانی رضا انتصاری و فرشید یداللهی آنان را هفته گذشته از زندان گوهردشت کرج به بندهای عادی زندان اوین برگرداندند. رضا انتصاری در اعتراض به حمله مزدوران به بند 350 اوین و ضرب و شتم وحشیانه زندانیان دست به اعتصاب قضا زده بود. ابراهیم مددی یکی از اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به علت ضرب و شتم مأموران گارد ویژه در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در تهران از ناحیه گردن دچار شکستگی شده است. وی روز جهانی کارگر به جرم توزیع گل و شیرینی در بین کارگران مورد یورش وحشیانه مأموران سرکوبگر قرار گرفت و چند ساعت توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد. رژیم ضد بشری آخوندی دو زندانی را روز پنجشنبه 11 اردیبهشت در زندانهای زاهدان و گنبد به دار آویخت. رژیم آخوندی خبر اعدام این دو زندانی را منتشر نکرده است. بیش از 70% اعدام‌ها در رژیم آخوندی مخفیانه صورت می‌گیرد.